به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین را مزو یافت با نام و یاد خداوند متعال و با تقدیم سلام و سلوات به محضر سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت اسمت و تهارت ایشان خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری سلام عرض میکنم امیدوارم هر جایی که هستید جانتان جور باشه و حال دلتان خوش بسیار خرسان هستیم که بار دیگر توفیق شد از طریق تلویزیون جهانی هادی و با برنامه به وقت بیداری و طور زنده و مستقیم همراه شما خوبان و عزیزان باشیم در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم سلام علیکم جناب توکلی بزرگوار بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان بسم الله الرحمن الرحیم سلام از می خدمت شما جناب هیدری و همه بینندگان گرامی خواهران و برادران عزیز و همه فارسی زبان های محترم در همه جای عالم امیدواریم که ایام خوب و خوشی سپری بکنن از همه بلاها به دور باشن و آماده شنیدن مطالب ما باشن و ما بتونیم برنامه مفیدی خدمت دوستان عزیز بیننده ارائه بکنیم انشالله شما یا خودتان یا اطرافی هایتان ممکنه پیش آمده باشه که بعضی وقتا دچار یک سری مشکلات فکری باشین مثلا بگین که خودتان یا شنیده باشین که در کانکور امسال قبول نشوم فاجعه به با بار آورد یا که چیکار کنم ما که در کنکور قبول نمیشم یا ممکنه توصیه کنید به کسی که کاری نداره فعالیت اقتصادی موفقی نداره شما اگر اونا رو مشوره بدین پیشنهادی بکنید بگه ما که دیگه از ما کار ساخته نیست هیچ فایده نداره و از این قسم تفکرات و افکاری که موسوم به خطا و خطاهای شناختی هست در ادامه مباحث اخلاق تعلیم و تربیت امشب درباره این ای قسم خطاها یعنی خطاهای شناختی صحبت خواهیم کرد میبینیم که خطاهای شناختی چی هست و چی اقسام و انواعی داره و چی ارتباط پیدا میکنه با مبحث کلی ما که اخلاق تعلیم و تربیت باشه جناب دکتر توکلی بزرگوار خطاهای شناختی به طور ساده اگر بخواین بیان کنید چه قسم خطایی گفته میشه؟ بله اگر بخوایم خطاهای شناختی تعریفی بدیم که همه پسند باشه و همه فهم باشه با دست کنیم که تفسیر و تلقی غلط و غیر واقع بینانه ما از اتفاقات بیرونی و تعمیم برداشت منفی از اتفاقات بیرونی بر همه جوانب زندگی و به تعبیری منفی بافی کردن دنیا سیاه و تاریک دیدن و در واقع عدم تطابق بین برداشت و تلقی ذهنی ما از واقعیات بیرون با. واقعیات بیرون لزوما همه منفی نیست همه مثبت نیست کسانی که واقعیات بیرونی منفی میبینن یک عینک خاکستری به چشم خود زدن و دنیا رو تیره و تار میبینند و در واقع سیر حوادث به ضرر خو میبینن و فکر میکنن که یک موجود بدبخت بیچاره فلک ای هستن که تمام نظامات عالم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم داده تا اینا ببره به سمت بدبختی یک دست نامرئی وجود داره اینجوری فکر میکنن در عالم که فقط میخواد که هرچی بدبختی و فاجعه و بیچارگی و درماندگی هست مقدر بکنه برای همین آدم یا برای خانواده یا برای گروه این در واقع خطای شناختی است حالا ارز میکنیم در ادامه برنامه که ببینید ما فکر میکنیم هرچی که در ذهن ما هست هرچی که در اندیشه ما هست همو است که در عالم بیرون و در عالم واقعی وجود داره در حالی که بینندگان عزیز توجه کنند در حالی که همه در واقع کسانی که در علوم شناختی کار میکنند به اتفاق معتقدند به این قضیه که ما با واقعیت ملموس به عینی بیرونی ارتباط نداریم ما با تفسیر و تلقی خودمان از واقعیت سر و کار داریم یعنی اونچه که در ذهن ما هست فکر میکنیم در عالم بیرون هم همو هست در حالی که چون این چیزی نیست ممکنه اتفاقات عالم بیرون بسیار طبیعی و عادی و نرمال باشه و بلکه اتفاقات مثبت باشه اما ما چون همه چیزی قرار هست که منفی ببینیم با سوء با بدگمانی با منفی بافی با, با فاجعه انگاری فکر میکنیم که در بهترین شرایط قرار داریم ما یعنی الان همین الان ما در بهترین شرایط قرار داریم ولی همه چیز تیره و تار میبینیم دروب. در حالی که اگر همین زمان بگذره چهار سال بعد پنج سال بعد برگردیم به عقب پشت سر خود نگاه کنیم ببینیم بهترین شرایط داشتیم ولی چون ما اشتباه میکردیم درک اشتباه داشتیم از که اشتباه داشتیم فهم اشتباه داشتیم از واقعیت و تحولات بهترین شرایط و تصمی... بدترین شرایط میدید. تصمیم های اشتباه گرفتیم. دقیقا. دقیقا. در نتیجه تصمیمات اشتباه میگرفتیم. فرصت های مهم و چانس های مهم به زندگیر نمیدیدیم نمی و الان نمیبینیم و این فرصت یکی پس از دیگری از بین میره چون ما با خودمان قرار نگذاشتیم که واقعیات ببینیم و بفهمیم لذا دائما در حال شکست خوردنیم در حالی که در عالم بیرون از ذهن ما درست. چیز بدی وجود نداره خیلی چیزا خوبه بلکه به نفع ماست درست. ولی ما به با ناامیدی با افسردگی با پریشان خاطری با فاجعه انگاری فکر میکنیم که اتفاقات عالم بیرون بده در حالی که انسانهای موفق در همین شرایط زمانی و مکانی در یک چنین جغرافیایی با مشکلاتی خیلی بیشتر از ما به موفقیت خیلی بزرگ رسیدن زیرا مثبت بودند زیرا واقعبین بین بودند زیرا عینک بدبینی به چشم خود نزدن بله. و دنیا اونچنان که هست پذیرفتن پذیرفتن که دنیا در واقع زندگی دائما حل مسئله است دائما باید مسئله های جدید اتفاق بیفته و ما اونا رو حل کنیم بلد. از مواجه شدن با مشکلات و پدیده واسیدن. ها نه ببینین انسان های بزرگ فرق اونها با ما اینه که ما مسئله های زندگی مشکل و بحران میبینیم اونا مسئله میبینن فرصت میبینن فرصت میبینن ما اتفاقاتی که میفته مثلا یک بارش تند یک باران تند میاد ما او فاجعه میبینیم در حالی که انسان موفق اور یک فرصت میبینند ما تهدید میبینیم در حالی که اونا یک چانس بزرگ میبینند لذا این خ... در این مسئله در سطح جامعه و در سطح کشورها هم دقیقا نقش داره درست. بنابراین اگر خیلی کوتاه بخوایم مرز بکنیم خطاهای شناختی نگاه ناامیدانه و معیوسانه به خود و غیر واقع, بینانه. و غیر واقع بینانه و به پدیده هاست این تعریف ما از بله. شناختی دلالی. خب این خطاهای شناختی وقتی که شخص یا جامعه گرفتارش باشه چی ارتباط پیدا میکنه با تعلیم و تربیت و اخلاق تعلیم و تربیت که بحث کلی دقیقاً. ما و ببینید همه علمای تعلیم و تربیت معتقدن که ما در واقع ترهواره های تربیتی دوران کودکی خود در تمام ایام عمر خود باز آفرینی و باز تولید میکنیم یعنی اینکه این همه تاکید شده در اسلام بر اینکه یکی از حقوق مهم کودک بر پدر و مادر تربیت درسته واقعا آدم از همین جمله میفهمه عظمت اسلام عظمت تعالیمی که وجود داره و سخنان پیغمبر صلوات الله علیه که چقدر حکیمانه و دقیق سخن گفته ایشون هر چه داریم و نداریم از تربیت ممکنه یک پدر مادری یک کسی تربیت خوب بکنه مثلا شما ببینین استیون هاوکینگ یک دانشمند بزرگ فیزیکدان هست بله. خب اکثر بینندگان عزیز ما میشناسن اینا این شخصی است که دست دستی و شله پای و شله بله. هیچیدن. ولی بزرگترین فیزیکدان عصر ما شده زیرا همه چیز مثبت میدیدن تهدید تبدیل به فرصت, میکرد برای که من دیگه بله. بیشتر بله. مصدی نشون اینجا کوتاه میگم تا به مطالب بعدی برسیم بله خیلی خوب پس در تعلیم و تربیت بسیار اهمیت داره که طفل و کودک و نوجوان به گونه تربیت شود که از این آسیب ها از خطه خطاهای شناختی باید مسئول بماند در امان بماند و خود متولیان تعلیم و تربیت چه پدر و مادر چه کسایی که در مکتب هستند مثل مدیر و معلم و استادا اینا هم متوجه قضیه باشن و در فرایند آموزش خودشان اصلا اولا دوچاری این خطاها نباشه و دومی که محصلا و دانش آموزا هم به این خطاها دچار نکنه نه، خب. خب یک سر... جمله من فقط بله. خیلی کوتاه بگم که بله. تکمیل فرمایش شما باشه خیلی خوب و عالی فرمودید بله. خیلی خیلی, خیلی کوتاه ببینید ما خود ما وقتی به عنوان مربی گرفتار خطاهای شناختی هستیم ما نمیتونیم متربیان و زیر دست خور خوب تربیت کنیم درست. ما باید اول خطاهای شناختی خود خود به عنوان مربی بشناسیم بله. وقتی که شناختیم ای خطاها در مورد فرزندان و یا شاگردای سنف خود تکرار نمی کنیم و از ای دور باطل خارج میشیم بله. یک روند مثبت در پیش میگیریم بسیار عالی امراه با بینندگان عزیز میبینیم میان برنامه بسیار کوتاه است اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد بیننده برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید موضوع بحث ما هم اخلاق تعلیم و تربیت هست و امشب درباره نقش خطاهای شناختی در تعلیم و تربیت بحث میکنیم این را به این خاطر گفتم که ممکنه بعضی از شما بزرگواران بینندگان گرامی تازه و ما پیوسته باشید تازه گیرنده هایتون روشن کرده باشید و اول بحث ندیده باشید خب بازم نگران نباشید اول این بحث به صورت کامل هم بارگذاری میشه میتونید در پایگاه های مجازی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری در سایتش در آپارات و یوتیوب اونجا هم دنبال کنید ادامه برنامه با همراهی شما گرامیان بله خب حالا که فهمیدیم خطاهای شناختی به صورت مختصر فهمیدیم که چی هست و چی اهمیت و جایگاهی در تعلیم و تربیت داره خب این خطاها چ... کدام هست چه خطاهایی در این قسمت بسیار برجسته, برجسته هست, برجسته هست خطاها طیف بسیار وسیع و گسترده در بر میگیره اما ما چون به وقت برنامه مجال اندک هست مجال اندک هست این مباحث باید در دانشگاه ها در محیط های خاصی که وقت کافی وجود داره گفته بشه اما ما, ما سعی میکنیم به در دانشگاه های معلمان آمادش آمودش میتن بلد. و باید زوجهای جوان زن و شوهرها به نظر من قبل از اینکه ازدواج میکنن دوره های تربیتی رو ببینن در ارتباط با همین بحث خطاهای شناختی که زندگی بهتری داشته باشن و بتونن در ارتباط با فرزند پروری موفق باشند در زندگی خودشان زندگی خودشان تأثیر گذار هست بسیاری از طلاق ها محصول همین خطاهای شناختی است بسیاری از مشکلاتی که وجود داره در جامعه بلده. حتی جنگ ها ببینید آیه شریفی داریم در قرآن فرمود که یا ایوه الذین آمنو اجتنی بو کسیرم من از زن از زن اسم چقدر زیباس این آیه فرماید از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزین زیرا بسیاری از گمانها گناهه این دقیقا نشاره میکنه به همین بحث ما ما بسیاری از وقتها بر اساس او ذهنیت غلط و تجربه های شکست خورده و اشتباهی که در دوران کودکی داشتیم نسبت به افراد و پدیده ها و موقعیت ها نظر منفی داریم مثلا ببینید یکی از خطاهای شناختی ذهن خانیه از قبل دیگران محکوم کردن از قبل قبل از این که کسی به اصطلاح اساس قبل از جنایت کردن قبل از این که آثار اتهام در کسی ببینیم از قبل اون محکوم شده میدونیم مثلا ببینیم یک نفری میخواد یک حرفی بزنه صادقانه هم حرف میزنه بدون قلقش هم حرف میزنه قبل از اینکه او بخواد گپ بزنه میگیم ای الان میخواد دروغ بگه الان میخواد بهانه جویی بکنه یا ما ذهنش خواندم مثلا همین که دهان باز نگردم میفهمم که او چی میگه ببینین ما ضرب مثل داریم در زبان فارسی میگه تو بجنبان لب را تا ما بفهمم گپ را یعنی چی یعنی که قبل از اینکه تو گپ بزنی ما ذهنتون میخونم قضاوت کردن های نابجا فکر میکنیم همه میخوان برای ما توطئه کنن همه برای ما دسیسه بچینن یک معلم وقتی میره به سر سنف اگر به اصطلاح دوچار خطای شناختی باشه فکر میکنه تا محصل میخواد یک گپی بزنه فکر میکنه که میخواد دور مسخره کنه فکر میکنه که میخواد نظم کلاس به هم بزنه فکر میکنه که این بچه ها دست به یکی کردن تا امروز درس نخونن بله. و لذا با اونها برخورد خشن میکنه برخورد همراه با پرخاشگری میکنه یا از اول اونا تهدید میکنه ببینید میگه اگر مثلا خیلی گپ بزنید همه شما در آخر امتحان ناکام میکنم مردود میکنم ای یک نوع ذهن در حالی که او بیچارا هیچ قصد و قرضی نداشتن ذهن معلم خرابه یا ممکنه که ذهن پدر و مادر و مربیان دیگه خراب باشه تو بچه میخواد صادقانه حرف بزنه تا هنوز حرف نزده هزار تا اتهام به او میزنیم و فکر میکنیم این امشب نمیخواد مثلا تکالیف خور بنویسه خود خور به مریضی زده در 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 واقع ولی ما فکر میکنیم خود خور به مریضی زده چیکار میکنیم در اینجا اولا حرف او بایکوت میکنیم اجازه حرف زدن به او نمیدیم بله و ثانیا این که کاری میکنیم که این بچه آدم دروغگوی بار بیایه چرا؟ چون بر اساس فطرت ذاتی خودش راست گفته و ما راست گفتن او قبول نکردیم دائما توجیه کردیم این ذهنخانی خود خودخور براه. یک پود که قرار دادیم به سری و زدیم در دراز مدت داشمندان علوم تربیتی میگن ای یک شخص دروغگویی بار میاد چون هر چی راست گفته کسی قبول نکرد خب خب چیکار کنیم که تو گرفتار همچی آسیبی نشویم همچی خطایی نشویم یعنی ذهن گرفتار ذهن خانی دیگران نشویم ببینین ما بسیاری از وقتایی که ذهن خانی کردیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم بله تجربه های اشتباه و منجر به خطا و شکست قبلی خور یکی دو تا سه تا چهار تا ده مورد بررسی کنیم ببینیم آقا در مورد همین آدم من اول ذهن خانی کردم پیش داوری کردم قضاوت اشتباه کردم در حالی که واقعیت این نبود گذر زمان حقایق بر ما نشون میده ما وقتی قرق در زمان و مکان و شرایط محیطی هستیم درست نمیتونیم قضاوت کنیم لذا میگن که انسان ها همیشه وقتی که زمان میگذره به پشت سر که نگاه میکنن فکر میکنن خیلی خاطرات خوشی داشتن و الان در یک وضعیت بسیار بدی زندگی میکنن در حالی برد. که این رقم نیست, نیست. بنابراین وقتی متوجه ببینیم اتفاقات گذشته ببینیم که اشتباه کردیم میفهمیم که این قضاوت الان ما یک نوع ذهن خانی الان هم داریم اشتباه میکنیم الان هم در تله خطاهای ذهنی به صلاح گیر کردیم شدیم. گرفتار شدیم و تمرین بکنیم مثبت اندیشی تمرین بکنیم خوشگمانی تمرین بکنیم اعتمادی به دیگران یک بند. دوم پیشگویی ببینین قبل از این که دیگران حرفی بزنن ما آینده شخص پیشگویی میکنیم مثلا ببینین یک معلم وقتی میبینه که یک محصل وارد سنف شد لباسی پوشیده که 20 تا دا دکمه داره میگه این به چه به جایی نمیرسه چرا؟ چون ای مشغول دگمه خونه روزی ده دقیقه یک ساعت بیشتر کمتر مشغول دگمه خونه این ای ببینین ای پیشگوییه یک اضافت کردن درباره دیگرانه برد. یا مثلا میبینیم که یک شخصی از قیافی و ما خوش ما نمی به هر دلیلی برد. قیافی سیاسوختی داره یا از فلان قوم از فلان طایفه از فلان نجات از فلان شهر هست که ما نسبت به اونا خاطری بد داریم بل. به هر دلیلی جنس بد بر ما فروختن با ما جنگ کردن یا هر چیزی بله. تا این شخص میبینیم بر اساس او پیشداوری های قبلی خو قضاوت منفی میکنیم کنیم. در حالی که گذر زمان به ما نشون میده که پیش داوری های ما غلط بوده یا همون مثال که ما در اول برنامه خدمت بینندگان عزیز ارز کردم که بسیار مبتلا به و نمونای زیادی دیدیم میگم در کنکور قبول کنکور امسال ما قبول نمیشون بعد در نتیجه،, نتیجه ای که میگیره نتیجه غلطی که میگیره تلاش خود کنار میکنه یعنی از در کل داده هایی که در زندگی انسان نقش داره قبل از اینکه اتفاق بیفته آدم با او با خودش تعیین تکلیف کنه بگه ما که این کار قبول نمیشون ما که این تجارت یا ای شریکی موفق نخواهم بود پس یه زحمت و تلاش م... یا ای یا ما آدم بدشانسی هم دخترها فکر میکنن ما آدم فعلا. بسیار بدشانسی هم خاستگار خوب به قول ما خسرون خوب بریم نمی آیه من حتما در آینده زندگی به اصطلاح زناشویی خو ناکام میشم ازدواج من منجر به طلاق میشه من بسیار آدم سیابختیم ببینین اینا دا پیشداوری های غلط ماست اینا همو در واقع ترهواره های منفی است که در دوران کودکی در محیط خانه برای ما تلقین شده یک اشتباه کردیم به خاطر یک اشتباه کوچیک بسیار سرزنش شدیم در واقع مجازاتی که شدیم خیلی بیشتر بوده از او اشتباه کوچیکی کردیم اولا بلد. و پدر و مادر اجازه جبران خطا به ما ندادن این باعث شده که ما بدگمان بشیم اگر فرصت هست من بله بفرمایید بله سوم فاجعه سازی یا فاجعه انگاری بسیاری از ما در ذهن خو دائما این فکر هر روز تکرار رو تمرین میکنیم که منتظر فاجعه ایم یعنی دائما منتظریم که یک خبر بدی به ما بیاد فرمایشی که شما داشتین با خودش فکر میکنه که هرچی درس بخونه میگه من که آدم بد شانسی هم در کنکور قبول نمیشم من در تجارت موفق نمیشم ممکنه مثلا ببینی قدرت ریسک از انسان میگیره ممکنه معلوم این تجارتی که میکنم ورشکست شکست باشم. بخورم بله ورشکست بشم ممکن بله. ممکنه کسانی باشن ممکنه زلزله بیایه سیل بیایه آتش سوزی بشه جنگ بشه اتفاقات منفی خیلی بدی یا شریک مثلا در تجارت یا در به مخیانت کنه بله به خیانت بکنه و در مسئله روابط زن و شویه میقضیه هست بعضی از مردها بدگمان نسبت به همسر خوب فکر میکنه اگر از خونه بره بیرون این زنی و خدای نکرده در طول شبانه روز به او خیانت میکنه اجازه نمیده که ای به مکتب بره درس بخونه یاد بگیره دائما منتظر یک فاجعه بعضی از مادرها به صورت بسیار وسواسگونه اجازه نمیدن که جناب آقای هیدری بچه‌نا از یک سرک رد بشه فکر میکنن اگه الان سرگرد بشه اولین موتر یا موتور سیکلت میزنن. میزنن به او و این بچه تصادف میکنه و میمونه دائما در ذهن خود تکرار میکنن که این بچه ممکنه تصادف بکنه ممکنه از پشت بام بیفته ممکنه حادثه اینا اشتباهات ذهن ماست 20 سال 15 سال بیشتر کمتر دیدیم این بچه بزرگ شده و هیچ اتفاق بعدی نیفتاده پس معلوم ذهن ما هست که اشتباه میکنه ما دوچاره خطاییم در مسائل اجتماعی هم دقیقا این قضیه هست بله. یک معلم در سنف دائما منتظر ای هست که یا در مکتب که همکاران یا مدیر مکتب ایر اخراج بکنن یا یک توته بریو بچینن یک دسیسه بچینن آبروی رو ببرن در جامعه یا یک تاجر فکر میکنه که دائمان احتمال ای داره که جنسی و یک شبه بالا پین بره و دوچار و شکستگی بشه ای باعث میشه که قدرت ریسک در جامعه از بین بره اعتماد متقابل از بین بره و انسان ها دائما دوچار وسواس فکری بشن و وسواس فکری بدترین آسیبی است که در زندگی افراد وجود داره یکی از نشانه های وسواس فکری وسواس در پاکی نجسیه وسواس فکری یک نمونش اینه که آدم ها ببینین مثلا کسی که در یک خیلی کوتاه در یک ساعت ده بار 20 بار گوشی موبایل خود نگاه میکنه یا بیشتر از 20 بار که آیا برای پیام آمده یا نه این دوچار وسواسه این وسواس ها همه محصول تفکر فاجعه سازی هست در حالی که این فاجعه وجود نداره وسواس نتیجه وسواس که یک چیز رفتاری هست ولی شاید در ذهن داره است یک نتایج خطاهای شناختی, شناختی, شناختی هست بزن. دعوت میکنم به دیدن میان برنامه بینندگان عزیز و گرامی تا اینجای بحث دیدین به نظر شما این مباحث تا چه حد مفید هست و برای شما یا اتفاقات پیش اومده شما هم از این گرفتاری ها داشتین خدای نکرده دوچاری خطای ذهنی بودین که در زندگی شما تاثیرات منفی و بدی داشته باشه یا اطرافیان شما کسایی که با اونها شما سر و کار دارین مشاهده کردین که به همچه گرفتاری های اونا هم دوچار شده باشه خب میتونید که خاطرهای خودتان تجربه های خودتان با ما در میان بگذارید از طریق شماره پیامگیری ما مثبت 964 780 255 در واتساپ و تلگرام منتظر پیام ها و وایس های شما خوبان هستیم بله جناب دکتر توکلی بزرگوار میشنویم ادامه بحث <applause> خطای بعدی که باز در جامعه ما خیلی زیاد هست متاسفانه و ما گرفتار او هستیم بحث مقایسه های غیر منصفانه افراد با هم هست که در محیط خانه و در محیط مکتب و محیط جامعه بسیار بسیار زیاده و گاوغا میکنه واقعا زندگی ما بسیار تلخ کرده گاوغا مقایسه های غیر منصفانه. ببینین هم در تعالیم دینی داریم و هم علمای تربیت میگن که انسان ها هر انسانی موجودی است منحصر به فرد با. انسان ها مثل عدد ها هستن عدد هیچ عددی از عدد دیگه بهتر یا بدتر نیست هر کدوم در جای خودش بسیار ارزشمنده شما اگر مثلا بخواین به عدد ده برسین باید از یک و دو و سه و چهار و پنج برین تا بالا اگر در این وسط یک عدد حذف کنین مثلا عدد پنج حذف کنین دیگه شیش معنی نداره هفت معنی نداره انسان ها می رقمن. هر کدام یک کود هستند در عالم هستی لذا ببینید سهراب سپهری میگه و بدانیم اگر خنج نبود خلعی بود در اندیشه دریاها و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و بدانیم اگر خنج نبود خلعی بود در اندیشه دریا ها هر چیزی در جای خودش خوبه میگه که من نمیدانم که چرا میگوین از حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس, کرکس نیست, نیست. گل شب در چکم از لاله قرمز دارد خب چشمه باید م... شست ببینید این همین مسئله این نگاه شاعرانه چون بله. مرحوم سهراب سپهرین میخواهد و لازمه اینه که ها را باید بله. شست جور دیگر باید, باید ببینیم هر چیزی سخت. در جای خودش ارزشمنده. همه انسان ها موجودات منحصر به فردن اثبات شده روانشانسای بزرگ اثبات کردن که 34 تا استعداد وجود داره که هر انسانی لا چهار تا استعداد از این 34 تا دارا هست حتی او آدمی که ما فکر میکنیم دیوانه مثلا ببینید بسیاری از کسانی که استعداد ریاضی نداشتن استعداد نقاشی داشتن استعداد موسیقی داشتن استعدادهای خطاطی مثلا یا شعر داشتن هیچ انسانی بیهوده آفریده نشده اگر ما این رقم فکر بکنیم به این نتیجه میرسیم که افراد با هم مقایسه نکنیم بسیاری از مشکلاتی که ما داریم دو تا سه تا برادر یا خواهر در یک محیط خانه وجود داره هر کدوم از یک استعدادی داره یکی در درس ریاضی موفقه یکی در درس دری مثلا موفقه یکی در کیمیا یکی در فیزیک و یکی در تجارت ممکنه موفق باشه یک کسی دیگه در امور هنری ممکنه موفق باشه لذا ما باید استعدادها رو بشناسیم آدما رو با هم مقایسه نکنیم در روابط اجتماعی ما این مقایسه ها وجود داره دائما سرکوف میزنیم به همدیگر پدر و مادر سرکوف میزنن به بچه ها میگن فلانی فلان بچه کاکا کا خور ببین ماما. بچه, بچه کا. ماما خور ببین دختر مثلا خاله دختر خاله ببین در فلان چیز موفق شد خاک بر سر تو تو که موفق نشودی و یه بیچارم که واقعا دوچار خود کمبینی میشه دوچار ضعف اعتماد به نفس میشه نیروها و پتانسیل های وجودی و از بین میره در حالی که این استعداد دیگری داره ببینید پیکاسو که نقاش بزرگ اروپاست این در درس ریاضی بسیار ضعیف بود روانشناس آمد خودی از این صحبت کردی در حالی که این نصیحت های مربی میشنوه با یک زغال داره یک نقاشی زیبایی میکشه بعد به معلمی گفت که بابا این استعداد نقاشی داره این مجبور نکنین که بگیره و مثلا نقاش بزرگ و مینیاتوریست بزرگ کشور ما کمال الدین بهزاد هروی و کسی است که در دربار پادشاه نقاشی کشید که شاه در کاخ خو قصه معروف شنیدین دیگه به پنجره ای کشید که از داخل پنجره شاخه های درخت میوه میایه و نور خورشید هم داخل میشه جایی که به اصطلاح پادشاه در اونجا نشسته بود فکر میکرد که واقعا این نقاشی رفت سه بار سر خرصت به دیوار تا خون شد ببینید استعداد برجسته است این آدم میگن در نوشتن غلط های املایی زیادی داشته بله. ولی در نقاشی یک استعداد برجسته جهانی است. لذا ما نباید مقایسه کنیم. هیچ وقت بسیاری از مشکلات روحی و روانی که ما داریم به خاطر مقایسه کردن هاست. هر انسانی یک شانسی داره، یک فرصتی داره. این فرصت ها میایه. برای همه هم میایه. ممکن شانس من امروز بیاید شانس شما فردا این نکته از این و بحث بعدی اینه که ببینید معلم در محیط سنف نباید دانش آموزا و محسیلین رو با هم مقایسه بکنه استعدادها اینا رو باید بشناسه بعضی ها در ورزش استعداد دارن بعضی ها در هنر استعداد دارن بعضی استعداد مدیریت دارن استداد. و وقتی که این قسم نگاه حاکم شد شود تاریخ ما اصلا از آدم های کنزن و خب ذهن عوض میشه مثلا تعریف رایج این است که ما فکر میکنیم هر کسی که توتیوار مطالب حفظ کرد حافظه خوبی داشته باشه بله. فکر میکنیم که بله. این آدم بسیار بله. زرنگی هست بله. در اشتباه, است. اشتباه هست بله. خلاقیت از آدم ها گرفته میشه این تفکر فکر میکنه که انسان ها محصول یک کارخانه ان مثل یک کارخانه کبریت بس. که همه باید مثل هم باشن هم جنس و هم اندازه در حالی که غلطه انسان ها ببینید حافظ میگه که این همه عکس می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد این دنیای با این همه رنگا رنگ بودن میگه که هر کس به زبانی سخن حمد تو گوید بلبل به غزلخانی و قمری به ترانه انسان ها با هم متفاوتن استعداد ها متفاوته قرار نیست که همه مثل هم باشن بله. همینطور که قیافه های ما مثل هم نیست و اگر یک نفر اثر انگشت مث... هیچ انسانی مثل متفاوته. هم نیست بله. بله. این نکته دوم به بحث سوم دست کم گرفتن جنبه های مثبته یعنی در واقع نیمه خالی لیوان را دیدن استعدادها رو ندیدن باز هم همون منفی نگری هم هم. من یک با. مثال میزانم خدمت شما دلار در بازار گران میشه این گران شدن دلار برای دو گروه از آدم ها دو تا برداشت متفاوت داره اگر شما در خانه خود دلار دارین از خارج به شما دلار یورو آمده خوشحالین که دلار گرون شده چون وقتی تبدیل میکنین به افغانی پول افغانی بیشتری گیر بیشتری و در نتیجه بیش چیزای بیشتری میتونین چیزای بیشتری میخرین همین دلار برای کسی که میخواد سبا بره مثلا به یک سفر خارجی اگه گرون بشه میخواد که افغانی تبدیل به دلار بکنه حادثه بدیه ببینین باران که میایه، ممکنه برای یک نفر خوشایند باشه برای یک تیم ورزشی که فردا مسابقه فوتبال دارن ناخوشاینده و برف همینطور بنابراین اتفاقات عالم کاملا طبیعی هست این ما هستیم که اتفاقات مثبت یا منفی میبینیم سعی کنیم که ابعاد مثبت قضیه ببینیم از کردم آلمان در جنگ جهانی اول و دوم شکست خورد این شکست پلکان پیروزی شد ناپلون به ناپارت میگه آنقدر شکست خوردم تا شکست دادن را یاد گرفتم اصلا شکست پلکان پیروزی در جهان شکست وجود نداره در جهان انسان تنبل وجود نداره ما دائما بر چسب میزنیم و نیمه منفی منفی نیمه, خالی, خالی لیوان میبینیم منفی بافی میکنیم جهات مثبت نمیبینیم یک بچه که تا دیر وقت میخوابه میگیم این تنبل کسل بی ارادیه بی همت در حالی که اینطور نیست این ممکنه مثلا یک اتفاق بدی برای او افتاده باشه ممکنه است مثلا فرض کنید که دیروز در کلاس خوب با یکی از همسنفیا جنگ کرده خب بیایم این مسئله همین همی جنگ دو تا دانش آموزت میتونیم تبدیل بکنیم به یک آشتی میتونیم اینا در مسیر خوبی بندازیم که خلاقیت های بزرگ ایجاد بشه و لذا ببینید بسیاری از وقتها شما ببینید کشور سویزلند کشور سوئیس دقیقا شرایطی مثل افغانستانه کشور کویستانیه که در وسط اروپا در منطقه سرد در, داریانه در, در, دریا بله. بله. دقیقا مثل افغانستانه اونا چون تفکر مثبت داشتن از کشور خود تبدیل کردن به یکی از سروتمندترین کشورهای جهان ما همین کشوری که واقعا تکی از طلا و جواهر هست تبدیل کردیم یکی از کشورهای فقیر جهان چرا؟ چون در مفکوری خود دوچار اشتباهیم زیرا فکر میکنیم ما موجودات بدبختیم ما مثلا فکر میکنیم اگر در دانمارک و فلان متولد میشدیم خوشبختتر بودیم در حالی که این رقم نیست اتفاقا ما در محیط بسیار خوبی متولد شدیم و اگر قدر نعمتهای های خدادادی بدونیم به جاهای بسیار بلندی میرسیم بله. دو تا خانواده برای که بحث کوتاه کنم در شرایط فرصت داریم دو تا خانواده در شرایط مساوی صاحب دو تا بچین هر دوتا دو تا دوچار دو یک معلولیت مثلا جسمی و حرکتی هن. خانوادی که تفکر مثبت داره از این استعداد استفاده میکنه اور به جاهای بسیار بلند میرسونه به شهرت جهانی میرسونه خانوادی که تفکر منفی داره این بچه به قعر زمین فرو میبره و دائما به خود خوبه و بچه و خانواده حس منفی میده لذا ما هستیم که پدیده ها مثبت یا منفی میبینیم بیاییم و نیمه پر لیوانه ببینیم و بدانیم که خداوند چیز بد خلق نکرده قول سهراب که شما سهراب اشاره کردید منم با همی بیتش تمام کنم چشم ها را باید شست جور دیگر جور باید دیگر, دیگر باید, باید دید باید در واقع نگاه ما عوض کنیم تا دنیای ما عوض شود برای شما دنیای سراسر از خوبی و خوشی آرزو میکنم امیدوارم که بحث برای شما مفید باشه اگر خدای نخواسته دوچاری خطاهای شناختی بودید یا هستید انشالله که از چنگال او رهایی پیدا کنید تا زندگی سرشار از مثبت اندیشی و آرام و موفق داشته باشین البته این بحث ادامه داره در جلسه آینده هم در ای باره باز گپ خواهیم زد تا اون موقع هم باز شما فرصت دارید اگر تجربیات خودتان دیدگاه های خودتان خودتون های خودتان درباره این برنامه و این موضوع ما را در میان بگذار... با ما در میان بگذارید و ما را بهرمند کنید همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکل شبی خوب و خوش و آرام را برای تون آرزو میکنم الله پاک یارو نگهدارتان باشه <applause>